اینجا سرزمین ناله های درون خفته است، کوه و باد با پیچا پیچشان انگار حضوری ناب و وهم‌آلود دارند. بیگمان موا و برگزیده بهترین و مهمترین نمونه های معماری ایرانی را که اکنون ویرانه ای از آنان باقی مانده است، میتوان اینجا بعد از گذر قرنها دید و شناخت. قلعه بزرگ یا شهری کوچک و خدایی که در لاجورد آسمانش حضور دارد. چه شکوه و جلالی در زندگی های دور و دراز از دست رفته پرده کشیده است. بخوانیم بر سر قوله خواجه جان سرود همدلی این جربا جان. شبت از کار و خمرای دوستان جان، کبیر خشک من یا سر گلستان جان. واوا گل افروز بدون مال تو میگردم شب و روز زنو چن نالکای روسمون جان، همه دود و دل و غصه زمون جان. اگر دل برز عالی من بیدون جان، خورا مرغیب کنا با میبرسون جان. وابا گل افروز بدون مال تو میگردم شب و روز جان.
دیوار حصاری و دفاعی شهر از پایین کوه آغاز می شود و تا بالای آن می رسد. در نیمه های راه ساختمان کاخ و آتشکده قرار گرفته است که در داخل دیوار دیگری محصور شدند. پایین دیوارها به سبب ریزش و آوار و تخریب تدریجی از خاک و توده های گلی انباشته شده است و قسمت بالای آنها نیز بر اساس دخالت عوامل طبیعی چون باد و باران گرد و استوانه‌ای و در برخی نقاط نازک شده است. بر این بنای هزار توی بجا مانده در خاک و آوار شکل و نمایی باقی است و دیگر هیچ. اجزای داخلی بنا که در بردارنده آتشکده کوه خواجه است اگرچه در طول زمان فرسوده و از بین رفته است، اما هرچه هست از سیرت است و صورت نشانی بیش نیست. بخشی از حیات خود را دو دوره پارتی و ساسانی و همچنین یک دوره اسلامی در این منطقه به یادگار گذاردند. در آثار معماری کوه خواجه به ارج، منزلت و قداست این کوه در میان زرتشتیان، مسیحیان و مسلمانان آن زمان نیز اشاره هایی شده است. کوه اوشدام، اوشخم، اوشدم و یا اوشدارنا در متون پهلوی همان کوه خواجه است. بر اساس پژوهش‌های هرتزفیلد، اوشیدا نشأت گرفته از اوش به معنی روح باطنی یا هوش و یا عقل است و در زبان هندو اروپایی منسوب به گوش است و اوشیدا ممکن است به معنی کوه سحرگاهی و یا کوه باطنی باشد که تقریبا مترادف با کوه وحی است که جنبه مقدسی به کوه داده است. کوه خواجه در میان مسلمانان نیز به سبب وجود زیارتگاه‌های متعدد در بالای آن و آرامگاه‌های بزرگان محلی مورد احترام می باشد و چه احترامی بالاتر از این که همه از حنجره باد نفس می‌گیرد.
کوه خواجه ظاهراً بسیار مجلل و مزین به نقاشی‌های دیواری، تزئینات گچی، نقوش برجسته و مجسمه‌های گوناگون بوده است. بیشتر این آثار از بین رفتند و وضعیت حفاظتی نقاشی‌های دیواری چندان مطلوب نبوده است. به نظر می‌آید که صحنه‌های نقاشی‌های دیواری کوه خواجه حکایت از استفاده از نوعی هنر تلفیقی می‌کند که هنرمندان نقاش با استفاده نسبت‌های نقاشی و داستان پردازی یونانی ایرانی و باختری سنت‌های زمان خود را بر روی این نقوش جاودان ساختند. آخرین آثار نقاشی به دست آمده از کوه خواجه که پس از بازسازی نشان داد خطوط سر یک مرد و سربند و بخش‌هایی از صورت او را تشخیص دهد که شباهت فراوانی به صورت معروف به مرد ایرانی دارد. باد که دنبال خود می گذارد دبدبه ها و کبکبه ها و تنتنه ها بپا می کند. در منطقه محاط شده از کوه و صخره، تپه و ماهور و فراز و نشیب های لاسود، نوای سرنا و بانگ طبل به هیبت کوه فخر می فروشد. اندیشه آدمی را که به نظاره این بیگمان مات و متحیر نشسته است، نرم و آهسته به دل سخت فسیل اندود شده فرو میبرد تا درون را بکاود، به ریشه ها برسد و از چشم پنهان مانده ها را به رشته تحریر درآورد. اما در قدرت و قوت کدامین نگارنده است؟ نگارش قیل و قال باد این نمدمان هوا. جدال شاید رزمی برادرانه باشد،
نه از خفت و خاری و از رشک و حسد. جدال مظهر غرور مردانه است شاید. مرد بازنده هیچگاه از شکست نمی هراسد، که به صلابت این کوه قسم یاد کرده و سوگند به جا آورده است. او نیز بقایای نیاکان خیش است. مجموعه عظیم و آثار باقی مانده کوه خواجه در دامنه سراشیبی این کوه واقع شده است. دیوارهای آن همه از چینه و توده های گلی ساخته شده است و آجر در آن به کار نرفته است. و در آن وادی چه دستانی همت گمارده، خود را از تقدس، بیباکی و استقامت کوه مقدستر، بیباکتر و مستحکمتر یافتند که ماحصل آن را معماری برگزیده ایرانیان نام و بنا نهادند. در دوره اول ساختمان این کاخ، در دهلیز طولانی که در پشت جبهه شمالی حیات اصلی امتداد دارد، ردیف ستونهایی در دیوار کار گذاشته شده است که دارای کنگره هایی با برجستگی اندک هستند. طرح اصلی و شکل این بخش از ساختمان به سبک هنر یونانی جدید می باشد و از این نظر تنها اثر از سبک یونانی باختری است که تا کنون در ایران باقی مانده است. بر قله این کوه میتوان نبض آسمان را اندازه گرفت و بر این بنای چله نشین آوازی دوباره سر داد، آوازی که یادآور مردان و رشادت هایشان باشد، آوازی که حسرتی به دل نیاورد، آوازی که آسمان را یک پارچه ابر کند و باد طوبر بر دوش را از نفس بیندازد. اما آواز این خطه نیز آوازی درخور است که از دل سالهای سال آرام آرام به گوش میرسد، آوازی که خود تاریخ است و هنجرش گذر زمان.